شهروندان از بخش‌های مختلف در آستانه رسیدن بهار به دشت آبدان کندوز می‌روند و به دور از دغدغه‌های روزگار به سرگرمی‌های گوناگون می‌پردازند. شهروندان ولایت کندوز ابراز خرسندی می‌کنند که امسال بتوانند سال جدید را در فضای امن در دل طبیعت تفریح و میله‌هایشان را با خوشی بگذرانند. دشت آبدان یکی از بزرگترین مکانهای تفریحی در شمال افغانستان است که در 25 کیلومتری شهر کندوز موقعیت دارد. به ادامه گزارش ها، این بار با تیم کاریمان از مرکز شهر کندوز به سوی دشت آبدان می رویم تا تغییراتی که نسبت به سالهای قبل در این منطقه محسوس است را به تصویر بکشیم. دشت آبدان از توابع ولسوالی امام صاحب در ولایت کندوز یکی از سرسبزترین و خوشاب و هواترین مناطق افغانستان است که مناظر زیبای آن در بهار همه ساله هزاران تن را از مناطق مختلف ولایت و افغانستان به خود می کشاند. این دشت در ساحل جنوبی رودخانه آمو دریا واقع شده که توانسته است همه ساله توجه گردشگران داخلی و خارجی را نیز به خود جلب کند. با وجودی که در سالهای اخیر مشکلات ناامنی بر میله های بهاری در این دشت سرسبز سایه افگنده بود، اما امسال امیدواری های وجود دارد که مردم بتوانند خستگی چندین سالهشان را در این دشت پرتراوت جبران کنند. با رسیدن من به این دشت، اقشار مختلف در دامنه ها و تپه های مرتفع این دشت به نظر می رسیدند که با خانواده هایشان گرد هم آمده و از فضای خوشگوارای بهاری لذت می برند. کودکان مصروف بازی های کودکانه، جوانان و نوجوانان مصروف بازی های محلی و به همین ترتیب زنان و مردان نیز هر کدام مسئولیت هایشان را در قبال خرسندی خود و اعضای خانواده هایشان ادا می کردند. از خود شارم چست می خواهیم؟ خوب است، والا شکر است، خوب است، امنیت است، بسیار خوب است. حکومت اسلامی آزادی را برای مردم آورده، بسیار خوب است. دلت هم تک هوا بس که واقعی اکسی به پینجایی بیس خراک سی خراک سودا کردیم. خوب است، ایشان الله. تعداد از مرد کسیر از مردم آمده نیجا، امنیت تامین است، کس به کس کار نداره و ما هم بودل جمع با خاطر آرام هستیم تا تفریق دیگه. آب و هوا خوب است و امنیتش هم برابر است از پارسال که در پارسال که بود دزدی و چور و چپول بیشتر بود، امسال کمتر است از سال پیشتر. پیام ما این است که به همتان عزیز که یک سوری سرتاسری به افغانستان بخواهند که بیارم. با شنوندگان که از نقاط مختلف این ولایت به این دشت آمده اند می گویند که با استقرار نظام جدید در کشور امنیت این ولایت تأمین گردیده و مردم حتی از ولایت های همجوار نیز به این دشت برای میله و تفریح آمده اند. این باشندگان با اظهار خوشی از مسئولان امارت اسلامی می خواهند تا به سطح کشور امنیت را تأمین کنند تا مردم شب و روز در فضای امنیت کامل به زندگیشان ادامه بدهند. نم دا غوخته نه ده چې مسخت داسې امنیت تامین کړي خلکو ته، ولس ته، چې که شپه یې که ورځ یې څوک لاړ شي دښتو ته، که هر خوا چې لاړ شي مسخت امنیت. یا به دشت آبدان آمدیم در یک فضای امن. کل مردم خوش و خوشحال است نسبت به سالهای گذشته. امسال خیلی مردم خوش است به خاطر که امنیت کل الحمدلله هر طرف مجاهدین در همین حال مسئولان امنیتی کندوز از آمادگی ها برای تامین امنیت سخن زده و تاکید دارند که شهروندان می توانند روزهای سال نو و میله های بهاری را در این دشت بدور از هر گونه نگرانی و در فضای مسئول سپری کنند. قاری محمد زاهد نظامی معاون استخبارات کندوز می گوید که نیروهای امنیتی به ویژه نیروهای استخبارات آمادگی کامل برای تأمین امنیت این دشت را دارد و مردم بدون تشویش می توانند به این دشت به خاطر تفریح بیایند. وی افزود که از 6 ماه بدین سو هیچ گونه رویداد ضد امنیت در این ساحه رخ نداده است و نیروهای امارت اسلامی فضای مسئول امنیتی را برای مردم کندوز مساعد کردند. من د خپل ملګرو یا خپل د استخبارات ملګرو ته د جمعې په ورځ هم رخصتینه ورکو، ځکه چې د جمعې په ورځ باندې
د ابدان دفتر ډیر خلک مخلوق راځي د لور لور ساحونه خلک راځي د میلی په میلی ته راځي موږ غواړو چې دوی امن ډډمن امنیت کې دوی خپل میله وکړي ان شاء الله هیڅ مشکل نه صرف مردم راه قدیمه خوب رفتار میکنم ما قایم مردم خوب رفتار میکنم یکی دیگه که به امکار نمیشم حکومت ما نمیشه سر از اینا مردم میگویند در سالهای اخیر از اثر جنگ ها نمیتوانستند میله های بهاری شان را در دشت آبدان برگزار کنند اما امسال هیچ گونه نگرانی امنیتی در این زمینه وجود ندارد ولایت های افغانستان مکان های تفریحی و منظره های زیبا و دیدنی بسیاری را دارد که به باور شهروندان با تأمین امنیت پای افراد زیادی را برای سیاحت و بازدید به کشور می کشاند و می تواند درآمد خوبی نیز از این درک به دست آید حسیب حساس تلویزیون اورانوس کندوز